درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان امروز میخوایم دوباره یه کلیپ ناب رو در اختیارتون بذاریم در مورد کوددهی به گیاهان، و این کلیپ هم یکی از اون کلیپ های ناب و طلا هستش که به نظرم به درد همه دوستان میخوره. پس خواهشن تا آخر این کلیپ رو حتما نگاه بکنید. اگر حرفه‌ای هستید، اگر تازه شروع کردید دارید گل و گیاه کار میکنید، یا اینکه در خونه سابقه کار کردن با گل و گیاه رو دارین، حتما تا آخر این کلیپ رو ببینین، خالی از لطف نیست. ببینین دوستان، ما میدونیم که گیاهان نیاز به کود و عناصر دارن. حالا این عناصر میگیم 15-16 تا هستن که یک سری عناصر رو میگیم عناصر ریز مغذی، یک سری عناصر رو هم میگیم عناصری که مغذی هستن و غذای اصلی هستن، به همون میکرو یا ماکرو تقسیم بندی میشن که وارد جزئیات نمیشیم. ولی میخوایم یک سری اطلاعات خیلی عالی بهتون بدیم. ببینین توی پرورش گل و گیاه ما نیاز داریم که 4 تا عنصر رو همیشه داشته باشیم. حتما تا حالا به گوشتون هم خورده: عنصر فسفر، عنصر نیتروژن و عنصر پتاس، و چهارمی هم که هیومیک اسید میشه، که این هیومیک اسید در واقع همون فسفر بالا و همون ریز مغذی ها محسوب میشن که تو آخر کلیپ خیلی قشنگ در مورد اونا با هم صحبت میکنیم. اما ببینین اگر ما این 15-16 تا عنصری که گفتم خدمتتون، مثلا یک کشاورز بیاد به من بگه که آقا من باغ انگور دارم، یا یه نفر بیاد بگه مثلا من سیفیجات، خیار، گوجه یا هندوانه یا مثلا ذرت دارم، اونجا ما میایم وارد فاز یک سری اطلاعات در مورد انواع عناصر و کودها میشیم، به خاطر اینکه میخواد محصولش به بار بشینه. و این یه سلسله مراتب رو داره که مثلا ما از منیزیم استفاده بکنیم، از بر استفاده بکنیم، از سولفات ها، از آهن و اینجور چیزا استفاده بکنیم. ولی برای گل و گیاه ما 3 تا عنصر اصلی رو داریم و یه دونه هیومیک اسید رو هم که عرض کردم خدمتون در موردش صحبت میکنیم. ولی اول این 3 تا رو میخوایم بشناسیم و در مورد اونا صحبت بکنیم. ببینیم عنصر نیتروژن، عنصر فسفر و عنصر پتاس، به خاطر اینکه این 3 تا خیلی از اونا در گل و گیاه و کشاورزی استفاده میشه، اومدن این 3 تا رو با هم ترکیب کردن و اسم این کود رو گذاشتن NPK. توجه کردید؟ پس از این منبر اگر شما میخواین برید مثلا فروشگاه یا جایی کود بگیرید برای گیاهان آپارتمانیتون، باید بگین NPK میخوام. NPK، این NPK، N اول میشه نیتروژن، P میشه فسفر و K هم میشه پتاسیم یا همون پتاس. یک بار دیگه میگم خدمتون، NPK، N اول میشه نیتروژن، P میشه فسفر و K هم میشه پتاس، NPK. حالا ریز نکته اینجاست. دیدین تا حالا مثلا میگن NPK 12-12-36؟ شنیدین میگن NPK 20-20-20 یا همون 3-20؟ شنیدین میگن NPK 10-50 مثلا 10؟ میخواییم ببینیم این اعدادی که دارن باشون بازی میکنن چی هستش و کدوم بیشتر به درد ما میخوره. دقت کردید؟ پس ببینیم، گفتیم N اول میشه عدد اول، مثلا ما میایم روی 12-12-36 این مثال رو میزنیم. وقتی که میگیم NPK 12-12-36 میخوایم، یعنی اینکه 12% این کود، حالا من به درصد میگم ها، برای اینی که خیلی قشنگ اطلاعات رو بدم خدمتون، 12% این کود میخوام نیتروژن باشه، 12%ش میخوام فسفر باشه و 36%ش میخوام پتاس باشه. دقت کردید؟ 12-12-36. میگم آقا من کود میخوام 320 باشه. یعنی چی؟ یعنی
20% نیتروژن، 20% فسفر، 20% پتاسیم که معروف هستش به C20. حالا این موضوع اعداد امیدوارم تا اینجا خیلی قشنگ براتون مفهومش رو انتقال داده باشم که 12-12-36 NPK یعنی چی؟ C20 NPK یعنی چی؟ حالا بیایم سراغ گل و گیاهای خودمون. اولین چیزی که من میخوام بگم خدمتتون این هستش که دوستان عزیزم، گل و گیاهای آپارتمانی 95%شون نیاز کمتری به نیتروژن دارن. نه اینکه نیاز ندارن ها، به حرف اولم اگر برگردیم میگیم این سه تا عنصر عنصرهای ضروری هستن، اما اون عددها رو میخوایم باشون بازی بکنیم مهمه. این اون فوت کوزگری هستش که میگم به درد همه دوستان میخوره. پس اولین توصیه و تجربه من، هیچ وقت برای گیاهانتون از کود C20 استفاده نکنید. الان اگر یک نفر ذرت کار باشه یا سیفیجات کار باشه، حتما من توی برنامه غذاییش استفاده از C20 رو میدم، ولی اون دوست عزیزی که توی پرورش گل و گیاه هست و شما خانم‌های محترم، آقایون محترمی که توی خونه گل و گیاه رو دارید پرورش میدید، من میگم C20 استفاده نکنید. همیشه از کودی استفاده بکنید که عدد دوم و عدد سومش زیاد باشه. پس ببینین 5 25 50، این میشه اون کودی که به درد ما میخوره. یا مثلا 10 52 10 10 52 10. یا مثلا حالا بیایم بگیم مثلا 10 10 50. ببینین دوستان عزیز، این اعداد رو خواهش میکنم حتی اگر روی کاغذ هم میخوان شروع بکنین بنویسین، بنویسین که این مطلب خیلی قشنگ براتون جا بیفته. ما همیشه با فسفر و با پتاسیم میخوایم شروع بکنیم در طول ماه بازی بکنیم. این کلیپ رو در مورد سانسفریا هم بریم ببینین که گفتم چیکار بکنین که سانسفریاتون به گل بشینه، چیکار بکنین که سانسفریاتون به پاجوش برسه. از همین NPK استفاده کردیم که همیشه یک ماه از فسفر بالا استفاده میکردیم، ماه بعدش از پتاسیم بالا استفاده میکردیم و به مراتب نیتروژن خیلی کمتر در حد همون 5 یا 10 رو استفاده میکردیم. حالا بیایم این موضوع رو باز بکنیم که فسفر چی کار میکنه، نیتروژن چی کار میکنه و پتاس چی کار میکنه. اول از همه نیتروژن رو بحثش رو سریع بذاریم کنار که نیتروژن فقط داره قد و قواره یه گل و گیاه رو بالا میبره. یعنی اگر ما یه یوکا داشته باشیم بخوایم بیایم فقط از نیتروژن استفاده بکنیم، همینجوری شروع میکنه بد قواره، بد شکل، بدون اینکه برگ خوبی بهمون بده، بدون اینکه بخواد به همون ریشه مثلا خیلی تنومند و خوبی رو بده، همینجوری بعد قواره شروع میکنه رشد میکنه میره بالا که اصلا به درد ما نمیخوره. یعنی گیاهمون دفرمه میشه، نه گلی به ما میده، نه برگ پهن خوبی به ما میده. و بعد از اینی که یه تنش کوچیک سرما، گرما، کم آبی به اون بذاره، باعث خرابی گیاهمون میشه. پس ریز نکته، استفاده از نیتروژن خیلی کم، در حد 5 تا 10%. این بحث نیتروژن که گذاشتیم کنار، بحث فسفر رو میاریم وسط. فسفر همیشه برای ریشه زایی، دقت کنید یه بار دیگه میام خدمتون، فسفر همیشه برای ریشه زایی در گل و گیاه استفاده میشه. یعنی اگر یه گیاهی رو شما جدیدن شروع کردید، کاشتید، گلدونش رو عوض کردید، میایم شروع میکنیم از اولین کودی که استفاده میکنیم فسفر بالا استفاده میکنیم، همون هیومیک اسیدی که من، اجازه بدین اصلا بحث هیومیک اسید رو حتما توی کلیپ دیگه هم اگر متقاضیش هستید کامنت بکنید که من اون بحث رو هم توی یه کلیپ دیگه حتما براتون بسازم و بفرستم. پس فسفر چی کار میکنه؟ فسفر همیشه ریشه رو تنومند، قوی و اون رو خیلی به روندگیش کمک میکنه. حالا میریم سراغ پتاس. یه پرانتز اینجا باز بکنید، سلیقه شخصی من، بنده پتاس رو
به شدت دوست دارم. به عنوان یک نفری که گل و گیاه کار میکنم، اگر این 15-16 تا عنصر رو جلوی من بذارن، چشبسته پتاس رو برمیدارم. پتاس گلدهی رو انجام میده، پتاس ضد تنش هست و گیاهی که ممکنه بهش تنشی وارد بشه، پتاس مقاومت گیاه رو بالا میبره، پتاس باعث رنگدانه ها در گیاه میشه، پتاس باعث میشه که گیاه شما خیلی سرحالتر و خیلی شادابتر بشه. پس ببینید حتی ما در بین این سه تا عنصر هم که NPK رو برای شما توضیح دادم، اون کاهه همیشه خیلی خوشگلتر و خیلی شیرینتره. پس بنابراین ما اگر یک نفر از من بپرسی که ماهیانه از چه کودی استفاده بکنم، میگم اگر گلدونتو تعویض نکردی، اگر این که مثلا در سال از اون 6 ماه 7 ماهی که باید کوددهی رو انجام بدی، یک بار یا دو بار فقط از پتاس بالا، از فسفر بالا استفاده بکن. بقیهش رو شروع بکن از پتاس بالا استفاده بکن. یعنی چی؟ یعنی مثلا 5-10-52 5-10-52 خب این تا اینجا بحث در مورد NPK و کودی بود که از این منبر هر دوستی از من سوال پرسید که من چجوری به گیاهام کود بدم، چه کودی رو خریداری بکنم، میگم بریم مثلا NPK بگیرید. بعد NPK با اون شمارش رو میگم، مثلا میگم NPK 10-52-10 رو بگیر که ریشه های سانسوریات خیلی قشنگ زیاد بشه و پاجوش بزنه. اگر گیاهی رو بگن که گیاه هم تنش بهش وارد شد، خراب شد، سریعا میگم بریم کودی رو بگیریم که 10-10-52 یا 5-10-52 باشه، یعنی پتاسیم بالایی رو داشته باشه که گیاه شما رو مقاوم بکنه و از تنش یا مثلا نیاز به گلدهی باشه از این کود استفاده بکنیم. من در خدمتون هستم. مطمئنم بحث کوددهی NPK بسیار بحث گسترده‌ای هستش. حالا در مورد میزانش هم من در آخر کلیپی اشاره بکنم. بحث بر اینه که من همیشه یک رنج رو میدم خدمتون، رنج عمومی رو میگم. هر وقت NPK دارین استفاده میکنین، میزان 2 گرم در 1 لیتر آب استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخواین به این گلدون مثلا 1 لیتر NPK بدید، 1 لیتر آب 2 گرم NPK رو در اون حل میکنید و به گیاهتون میدین. باز هم تاکید میکنم این 2 گرم یا 2 سی‌سی برای این فرمولی که میگم خدمتتون عمومی هست. حالا ممکنه یک نفر بیاد یه عکس گیاهی رو برای من بفرسته که شرایطش خوب نیست و من اونجا میگم شما بیا حالا 5 گرم مثلا فسفر بالا رو یا مثلا 5 گرم پتاس بالا رو در 1 لیتر آب حل کن و شروع کن به این گیاه بده. پس بنابراین این رو مد نظر قرار بدین که توصیه‌ای که من خدمتتون میکنم همیشه میانه هستش برای تبادل اطلاعات. بیشتر از این خستتون نمیکنم. قطعا منتظر هستم کامنت بکنید و ما کلیپ هامون رو طبق نظرات شما و سوالات شما بسازیم. تا یک کلیپ دیگه در خدمتون هستم و بدرود.